خب چه خبر؟ سلامتی های دکتر. اومدم اگه زحمتی نباشه کلیامو یه معاینه بفرمایید. بفرمایید. بشینید. با اجازه. بشینید زودتر. خوبه. کفش پای چپتو دارم؟ پای چپ. پای راستم دارم؟ پای راست. چهار زانو بشین. این دو زانوه، چهار زانو بشین. بله. این برتر بیشید؟ خوب آقای دکتر. آخ! گفتی آخ؟ این که بعضش خیلی خرابه. آخ! این هم همینطوری. دیگه کلیه چپ؟ کبدم چی دکتر؟ کلیه راست. کبدم خرابه؟ کبدم آقای ماینو. خیلی خوب، خیلی خوب. نفس بکشید، نفس بکشید. نفس. چرا آخ نگفتی؟ یادم رفت آقای دکتر. آخ! کبدتم همسوده. خیلی بدش خرابه. آی دکتر. کبد. بله بگو. معدم چی؟ معدم سالمه. یه باره که بگو اومدم چکاب کامل دیگه. چرا از اول حرف دلتو نمیزنی؟ حالا هر چیزی دکتر. یه معاینه گفتم اگه زحمت. نفس بکش. معیوب. نفس. معیوب. همش معیوبی بابا. معیوبی. چشام چی آی دکتر؟ چشات؟ چشاتم خب... چشام؟ خیلی خب، به من نگاه کن. بفرم. یه چشمک؟ چش راست؟ چشمک؟ چپ؟ بگیر، چشمک بزن. خب، ولش کن. بفرم. یه چشخوره برو. بفرم. چشخوره برو. اوه. چشاتم که وضعش خیلی خرابه. هم گلموجه داره، هم چشمات تنبله. هم روزا آب مروارید میگیری، میره پیکارش. آی دوتو، یعنی میفرمایین؟ هیچ جای سالمی تو این بدن سامرده پیدا نمیشه، شاید به درد یکی خورد. چطور مگه؟ نکنه شما مرگ مغزی شدی به ما نمیگی؟ سکو بینم. تو مرگ مغزی چیه؟ برای همین شاید هم اومدی اعضای بدن تو بفروشی، ولی بهت بگم این کار جربه. شما تشریف ببرید پیش آقای فرخی، ایشون تمام مواد قانونیشو براتون میخونن. آقای دکتر قربون شکلت، آخه قیافه من به این کارا میخوره. صبر کن ببینم. فروش. درست واسه؟ بفر. درست میشی؟ بفر. یه قیافه بگیر. بفر. قیافه رمانتیک. بفر. رمانتیک بیشتر. ها؟ حالا قیافه خشن؟ خشن. اوه. بله معلومه. قیافت منو دیوونه کرده. آی دکتر. واقعیت قضیه رو من خدمتتون بگم. چیه؟ میخوام ببینم که ارزشش رو داره من خودم رو بیمه بکنم یا نه. همین ارزشش رو داره. بله. شما هر شرکتی برید خودتون رو بیمه کنید، مطمئن باشید اون شرکت بعد از چند ماه ورشکست میشه. نه آخه فرخ جان. جان این متشاکی بدبخت دیوونه است، به قول خودت مجنونه. حالا زده سر یه نفر شکسته. ها؟ خب بیچاره عقل نداشته بیچاره.
بیچاره مگه این کارو نمیکرده بیچاره؟ ببخشید جناب رکن‌آبادی، دلسوزی شما متینه، ولی طبق ماده 1216 قانون مدنی هیچ کس را نمیتوان به دلیل جنون یا جنون یا جنون هیچ کس را نمیتوان جن... ببخشید چیشو؟ معذرت. چیشو؟ نه الان اینو آه بله آه هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است. نه نفهمیدی شو. من نفهمیدم جان. از رو خوندی؟ یادت ره؟ داره سابقه نداشتی مورد قانونی یادت بره چی شده؟ نه خیلی یادم نرفت، من یک مورد کوچیکی شک کردم، گفتم که دقیقشو بهتون بگم. من تو خوبی؟ بله به سلامتی شما. حالا ما با این مجنون چه کنیم؟ مجنون کدوم مجنون؟ فرخ جان جان امروز با هر روز خیلی فرق میکنی. چی شده؟ چی شده؟ چی؟ بابت سره به سره؟ نه هیچی نشده. میدونین طبق ماده 1210 قانون مدنی هیچ کس رو نمیتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ به جرم جنون مجنون جن چیزش کرد. ببخشید. هیچ کس رو نمیتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. قضیه به خانم فروتن مربوط میشه؟ بله جناب سرکار خانم مهندس فروتن. پس بگو مجنونی؟ مجنون ثابت شده؟ بله بفرمی. بله سلام خانم فرخی، من بهارلو هستم، منشی مشترکشون. خیلی متشکر، ممنون خانم فروتن. ببخشید خانم مهندس فروتن. بله خیلی دختر خوبیه، خیلی ماهه، اصلا هرچی هم محسناتش بگم کم گفتم. راستشو بخوای نه، ما با هم رفت آمد خانوادگی نداریم. نه من پدر مادرش هم نمیشناسم، نمیدونم، فقط من میدونم که 2 ماه اینجا میان کارآموزی میکنن. بله خیلی ببخشید، من نمیدونستم که اظهار نظر کردم بدون دلیل و مدرک اشکال قانونی داره. ببخشید خانم فرخی، شما هم وکیل هستین؟ خیاط خونه دارین؟ یه روز شبومو میارم براش یه مانتو بدوزین. بله آره. من دیدم امروز صبح چقدر آشفته حال و پریشون بودا. آره اما خواهش میکنم شما نگرانش نباشین، ما مواظبش هستیم. حتما خواهش میکنم، خیلی با آقای فرخی سلام برسونین. خداحافظ. چی شده خانم بهارلو، خبر خوشیه؟ عروسی آقا جلال. ای مبارک پیرشن، بشیرده بدین خانم بهارلو. چرا من؟ مگه عروسی شب در خانم نیست؟ شبو همش 13 سالشه، حالا که وقت شوهر کردنش نیست. ببخش، بس عروسی کیه خانم بهارلو؟ عروسی آقای فرخی. بس آقای فرخی میخوام با شبو خانم ازدواج کنن. از دست تو آقا جلال. ببخشید. خانم بهارلو چه خبره؟ چرا در نزده میان تو؟ خیلی ببخشید اما یه خبر خوش دارم، باید مشتلقم رو بدین تا بگم. شما خبر خوشتونو بدین، ما مشتلقمون میدیم. خبر درباره آقای فرخیه. بله در مورد من چه خبری خانم بهارلو؟ یعنی میخوایم بگین شما خودتونم نمیدونی؟ من نه من از چیه، از چه چیزی باید خبر داشته باشم؟ خب خیلی بهتر، واسه که مشتلق شد دوتا. خانم بهارلو خواهش میکنم انقدر در پخش خبر خست به خرج ندین، نه به شما نه به اونایی که این مرتب بی حساب کتاب خبر چاپ میکنن، راست و دروغ معلوم نیست. نه آقای
رکن‌آبادی، باور کنی خبر من راسته. امروز مادر آقای فرخی به من زنگ زدن، در مورد یه نفر از من پرسجو کردن. حالا حدس بزنی اون یه نفر کیه؟ خانم فروتن. جناب سرکار خانم مهندس فروتن؟ بله. شما از کجا میدونین آقای رکن‌آبادی؟ من کجا میدونم؟ خانم فکر نکنید من توی اتاق نشستم از هیچی با خبر نیستم. من همه چی رو میدونم. مشتلقم به مشتلق. این خودم میدونستم. یعنی خود خانم فروتن هم میدونن؟ نه 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 تو رو خود خانم بارلو نگیر این حرف، اینجا ایشون اصلا نباید از این قضیه خبر داشته باشه. ایفا چرا؟ اصل کار ایشونن. منم صبح‌تلا دارم همینو بهش میگم. بابا دختره باید بدون خاطرشو میخوای یا نه؟ خب معلومه. میره طرف دیگرون ها، جذبش میکنن ها. نه به آره دیگه. سلام. بله. سلام استاد. به به سلام سرکار خانم مهندس فروتن، خیلی خوش آمدید. بفرمایید. بفرمایید. پس آقای مهندس کجا؟ مهندس کیسا؟ بله. رفت تا سیلاباد. سیلاباد با آقا؟ مگه شو اهل سیلابادن؟ اون خانم اون آقا جلاله که سیلابادیه. مهندس نکیسا مثل این که دنبال پروژه چیزی رفت تا سیلاباد برگرده. میاد بفرمایید. کاش که به من میگفتن استاد، لاغر این همه را نمی اومدن. اتفاقا چه خوب کردید خانم اومدید. من هستم مهندس نکیسا. خوب میاد. بفرمایید خواهش میکنم. اتفاقا چه فرصت خوبی پیش اومد خانم، تا تمام چیزهایی رو که براتون فراهم کردم و مترصد بودم یه فرصتی پیش بیاد بهتون بیاموزم الانه. بفرمایید خواهش میکنم. شما؟ بله بله. من شما دانشجو نیستی؟ بله. منم استادم دیگه. استاد امجد منتها. میشناسید؟ ببخشید استاد، مگه شما از مهندسی هم چیزی میدونی؟ دخترم مگه از مهندسی حتما با چیزی بدونه؟ حالا یه چیزایی میدونم، ولی این رو بدون دخترم که در دنیا چیزهای بسیار مهمتر از مهندسی هم وجود داره که شما باید آموزش ببینید و من همشو گردآوری کردم که امروز بهتون آموزش بدم. همین امروز؟ که فردا دیره خانم. بسیار دیره. بله. راستی استاد ببخشید، این درسایی که امروز شما میخواییم بدین و من میخوام یاد بگیرم، فکر میکنید تو نمره کارآموزی موثره؟ 100%. خب پس خودشون 100,000 مشخصه خانم. شما فقط تنها کاری که میکنید مو به مو به حرفای من گوش کنید، برای بنده توجه بفرمایید، اونا رو عمل کنید، اون وقت من از مهندس نکیسا میخوام یه نمره 20 تو کارنامه شما قرار بدم. خیلی ممنون. خوبه؟ بله. راستی استاد، بله. شما چند ساله تو کار فرهنگی؟ ای بابا، همون سوال همیشگی که هم خسته کننده است واقعا. خانم شما به سن سال من چی کار دارید؟ بریم سر اصل مطلب. نه استاد، منظورم سن و سالتو نبود، پرسیدم چند ساله تو کار فرهنگی. خب همون عرض میکنم که فرقی میکنه. خیلی خوب، من از وقتی که خانم متولد شدم به دنیا اومدم فرهنگی بودم. بله. راحتتون کردم. ببینید من میگن، البته زمانی که از مادر متولد شدم اولین لغتی که تلفظ کردم فرهنگ بوده. جاله. اولین جایی که زمین خوردم توش فرهنگستان بود. جدی؟ اوام هم که فرهنگی بود. اولین شیشه‌ای که شکستم خانم شیشه یک فرهنگسرا بوده. همینطور روح بگیرید برید جلو. حالا با سابقه این همه سابقه فعالیت فرهنگی میخوام خدمتتون عرض بکنم که آمادگی دارم بهتون چیزهایی بگم. اینقدر؟ کتاب خوندم. بله چشم. خب درس اول یادداشت بفرمایید. آشنایی با هژمونی. هژمونی؟ یعنی آشنایی با سلطه جویی فرهنگی. سلطه جویی فرهنگی. بله بله. آقای فرخی بالاخره میخواییم بریم خواستگاریش یا نه؟ بالاخره از یه جایی باید شروع کنید که خانواردم که تحقیق و تفحص شروع کردن. بله دیشب به دستیاری پدرم انقدر ازم بازجویی کردن که آخر سر مجبور شدم اقرار کنم. بسشون درد نکنه بابا، خوش به حالت. کاش ما میگه همچی پدر مادر خوبی داشتیم. به خدا خدا رحمت کنه آقای رکن‌آبادی رو. خدا بیامرزه همین رفت. نه آخه میدونین جناب رکن‌آبادی، من الان اصلا نمیتونم برم خواستگاری. یعنی
آمادگیشو ندارم. چرا؟ خب بابا آخه ناسلامتی، تو وکیلی، وقت نمیتونی بری مرد و مردونه بایستی حرف دلتو بزنی؟ نمیتونی؟ آخه حتما بار اولشه. آقای شمشادی هم وقتی واسه اولین بار اومد خواستگاری من همینطور خجالتی دست پاچولفتی بوده. همه همینطورن خانم. ببخشید ولی من نه خجالت میکشم نه دست و پاچولفتی هم. خب چیه باشون؟ چیه؟ تو بابا تحصیل کرده نیستی که هستی، خوش تیپ و خوش قد و قواره نیستی که هستی، ورزشکار نیستی که هستی، قانون میدونی، قانونمندی، تو تورسیانی. بله ببخشید، هم مشکل من با همین بخش قانونشه. میدونین چون توی کتاب قانون هیچ چیزی در مورد اینکه چجوری باید خواستگاری کرد ذکر نکرده، فقط توی ماده 1034 قانون طلاق و ازدواج گفته که از هر زنی که آری از موانع نکاح باشد میتوان خواستگاری نمود. خب نگفته چجوری آخر چی کار باید چی؟ اینه که نباید اون تو نمیشته باشه بابا، این به همت خودت بستگی داره. خودت باید بری ببینی، انتخاب کنی، بری صحبت کنی، خواستگاری کنی. نشد من میام، خانم با حالی میان، مادرت هست بزرد. خب من نمیدونم از نظر قانونی اصولا باید تو خواستگاری چی کار کنم، چی بگم؟ آقای فرخی آخه بابا این که قصه نداره، شما از آقای رکن‌آبادی بپرس بهتون میگن. من؟ بله من خانم باحالو. خب بله من که چون خواسته بری نرفتم که من که اصلا زن ندارم بابا جان. بابا خب اینشالله یه روزی هم باشه برای شما. اینشالله نه بابا دیگه خانم باحالو از ما گذشت، اختیار دارین. بر که دل بستم زد و رفت و دلم شکست. آخه راستی خانم بالو چرا اینجوریه؟ چرا این کارو میکنن بالو؟ ببخشید من بگم. من تو میدونی؟ بله هم قضیه گندم و نون گندم مردم دست اینا مردم. من اصولا در این گونه موارد یاد شما درست حسابی به اونی که باید دل نبستین، یا اینکه ببخشید به اون کسی دل بستین که نباید می‌بستی. من معذرت میخوام. کجا؟ میبینی خانم بهارلو، میبینی روزگارو، اونایی که میفهمن و درک دارن و واقعا عاشقن یا نمیتونه به زبون بیاد. بله. اما اونایی که کوه ادعان با زبون بازی همه رو جذب میکنه. بله. ببخشید. خدا مرگم بده تفلکی. دور از جا خدا نکنه خانم بهارلو. آخ تو که نمیدونی آقا جلال. اتفاقا میدونم، بله نسبت شما راه حلش هم میدونم. اه؟ بله بارکلا تو خوبی؟ خدا رحمت کنه شما رو هم بیامرزه. آقا میگم مثلا چطوره یه دونه خواستگاری آزمایشی رو بندازی با خواستگاری آزمایشی آقا، مثل همین کنکور آزمایشی ها هست را میندازن از میشه آقا جلال. یه چیزی میگی واسه خودت ها. اتفاقا بعد فکر نیست کنم بالو. یه خواستگاری آزمایشی رو بندازی، هم یه تمرین خواستگاری واسه آقای فرخیه، هم از دهن دختره رو میفهم مثلا اینی میخواد نمیخواد، علافش نمیخواد. آره. هم مشق عشقه، هم خود عشقه. همان بعضی که فکر میکنن که دیگه ازشون گذشته شاید یاد بگیرن. حالا دیگه گذشته. آقای فرخی عزیزم. بله جانم. تشریف بیار. بله. نبیم بعد تو قواره دیگه موقعش امنی داشتیم بفهم. فرخی جان جان بپری سر کوچه یه دسته گل خوشگل با یه جعبه شیرینی
خوشمزه بیورد پیش. چشم. ببخشید میتونم بپرسم که گل و شیرینی رو برای خواستگاری کی از کی میخواین؟ ای بابا. خب خواستگاری جناب سرکار خانم مهندس فروتن دیگه. برای جناب عالی. محکم باش. سیخو صاف بایسا. قلب نگاه. من چشم. آخه من هنوز آماده کنیم. حالا ما خب داریم آمادت میکنیم. نگاه نگاه قلب. چشم. برو. سلام خانم مهندس، خسته نباشی. یواشتر، من نمیبینی استاد خوابیدن؟ ای وای، بازم رفتن تو تمدن اعصاب. تقصیر من شده دور از جون شما، اینقدر چایشون رو دیر آوردم و اعصابشون خسته شد. ولی عیب نداره خانم، هر دوتاشو میذارم اینجا شما میل کنیم. ممنون، من نمیخورم، باید برم. ای وای کجا؟ قراره بیام برای تو خواستگاری خانم. خواستگاری؟ بله. ای وای یادم رفت مشتلق بگیرم ازتون، اگه خانم بهاله بود یادش نمیرفت. چی میگین آقای رکن‌آبادی؟ خواستگار کیه؟ مثل که شما هم باید بریم مشق بنویسین. من آقای سیل‌آبادی هم، نه آقای رکن‌آبادی. بابا ببخشید حواسم پرت شد. مثل آقای فرخی که قراره بیان خواستگاری شما، ایشون هم حواسشون پرت شده. خانم رفتن گلشیرینی بخرن تا هم از رو خواستگاری به قول آقای رکن‌آبادی مشق بنویسن، همین که مزه دهنشون رو بیاد دستشون. با اجازتون. چیه؟ چیزی نشده استاد. چی شد؟ نه چیزی نشده. چی بود؟ یعنی هنوز چیزی نشده. یاد داشت بفرمید خانم. درس دوم رفرم. آقا جلال. جلال جون. بله آقا. مطمئنی خانم مهندس اومده؟ بله آقا. این چیه گرفته دست؟ آقا خودم براشون چایی بردن. اه با یه خدا خودم میده. آقا آب خونک سرم بزنم بابا جا. آقا تازه گوشی هم دادم دستشون. آقا یه چند دقیقه دیگه که ما رفتیم تو قشنگ یه سینی مرتب چایی میای در میزنی میاری تو. خب چشم. ببخشید مگه چایی رو عروس خانم نباید بیارن؟ چیلی گذاشتی اون یکی رو باش. میگفت از مقررات خواستگاری هیچی نمیدونه. ولی اینو میدونم که چای رو باید عروس خانم بیارن. لازم نکرده، تو خودت همینجوری پخش زمینی. باید به وقتی که عروس خانم چایی هم بیاره. بله آقا چای رو من بیارم خطرش کمتر. ببخشید پس لطفا بگین که به وکالت از طرف ایشون دارین میارین که قانونی باشه. بابا تو هم چشم کشتی ما رو با این وکالت خواستگاری. اون دفعه داروات رو نخون نداری که. ولی اندامه چی؟ یادت داره. بفرمایید. باره جانم. کجا؟ جعبه شیرینی. به چه گل قشنگی. ای انگار حالا آقای فرخی بده. نه اینجکشنه؟ نه آقای دکتر منصوری، داریم میریم خواستگاری، داریم میریم از خانم مهندس فروتن برای آقای فرخی خواستگاری آزمایشی بکنیم. عشق عشق چه خوب. من خواستگاری رو خیلی دوست دارم. منم میام. نه خیلی معذرت میخوام آقای منصوری، خواهش میکنم راضی به زحمتتون نیستیم، ممکنه مریض بدحال براتون بیاد وقت گرفتار میشه. بدحالتر از آقای فرخی؟ نگاش کن. آقای دکتر منصوری، شما فامیل عروسین، فامیل دومادین، واسه چی بیاین آخه؟ چطور شما دوتا همراه آقای فرخی عیبی نداره؟ خب منم میشم فامیل عروس. اصلا خانم مهندس مثل دخترمه. بابا شما که میدونید اون دختر منه. مدهشو خیلی خوب. بابا بیا ولی خواهش میکنم این روپوشت در. چرا؟ اتفاقا میخوام با روپوش بیام. اگه اورژانسی بشه چی؟
بله. چرا اورژانسی بشه؟ یهو دیدی شد. ببخشید قراره اوزا اورژانسی. نه بابا من. آقا فرخی کجا میری؟ آقا کجا؟ خیلی خوب بابا بیا. بیا. رو پوشت هم در نیار. باش. تا آخرش بدیم میکشی دکتر. چرا؟ میکشی. بیا. ایش کننده. آقا جلال. خواهش میکنم. بعد از دره ببند. غریبه وارد نشه. هیچ کی نه مجلس خودمونیه. هیچ کی نه. چش. چش. آقا در ضمن چایی هم دم کردم به موقعش خودم میارم موقع. اینی بیس. مزاحم که نیستم. ای بابا این دیگه کیه؟ من منصوریم. آقا اگر گذاشتی چون ماما کارت میخوان دو کلمه به این دختر آموزش بدین اگه گذاشتی. استاد دارن میان برای خواستگاری. خواستگاری؟ بله. کی؟ کجا؟ کی؟ به حق حرفای نشنیده. به حق چیزای مدیه. بفرمین آقای فرزانه. داماد اینجا. آقای بیا و درستش کن. این چه بساطی آقای بساط بساط خیر استاد. نه تو کار نیرین لطفا. آخه آقای رو پیام عزیز من آخه بی آخه خواهش میکنم اجازه بدید ما وارد بشیم سلام علیکم اونو بکنیم بشینیم مواردمون رو بگیم حرفون مطرح بکنیم بعد اگر حرفی داشتین بفرمایید. بله خوش آمدید بفرمایید. خیلی متشکر ممنون. تو خوبی عزیزم؟ ممنون قربانت برم خونه واسه اسفند باید دود کنم. خیلی ممنون خانم بهارلو. خواهش میکنم. ببخشید آقای فرخی تو مراسم خواستگاری که حرف نمیزنن و پر حرفی نمیکنن مخصوصا شخصیتی مثل داماد. چشم ببخشید. ببخشید. خب غرض از مزاحمت خواستگاری سرکار خانم مهندس فروتن بود به جهت تزویج و ازدواج با جناب آقای فرخی وکیل و عزیز. بله بله. آقای فرخی شما نباید بله بگیم به این زودی. درست. ببخشید من فقط برای تایید حرف جناب آقای رکن‌آبادی این بله رو گفتم. درسته. بله بالاخره هر دختر پسر یه روز بعد ازدواج کنن. درست. پس بهتره با کسی ازدواج کنن که خیلی خوب میشناسنش. بله ضمناً از نظر سطح تحصیلات و وضعیت خانوادگی هم بایستی که خلاصه با هم دیگه جفت و جور روشن. بله بله. خب پس از نظر فرهنگی چی جناب آقای رکن‌آبادی؟ نخیر. دختر به وکیل جماعت نمیگیره. ای بابا اینا رو ما میگیره. دختر ما درس خونده. خب آقای منصوری پسر ما هم درس خونده است یعنی چی؟ بله خانم علی‌الظاهر هر دوشون حالا یه درسکی خوندن ولی این کجا؟ اون کجا؟ دختر ما مهندسه ولی پسر شما چی؟ پسر شما وکیل دیگه بکیله. نه دیگه جناب استاد خواهش میکنم دیگه تو سر مال نزنین دیگه. ببین این دوتا جوونن همدیگر رو میخوان همین مهمه. هر دوشون میخوان دیگه منکر این که نمیشه بشی. خب میخوان که بخوان بی خود میخوان. ای بابا مگه دل بخواییه؟ نه بابا خواستگاریه. ای بابا چه کاریه؟ کاری که اصل کاریه حسابیه کتابیه. این دیگه بدبیاریه. این گل خواستگاریه. این جملتون سوالیه. این دیگه اختیاریه. قانون اصل کاریه. تو روز و روزگار ما آقای فرخی این دیگه ایدئالیه. آقا مگه دل بخواییه؟ دختر فقط به فقط باید به حرف پدر گوش کنه. تمام. استاد این چه حرفی شما میزنید؟ پس مدرنیته کجا رفته؟ اینا که به قول خود شما سنت های پوسیده و در کنج نشستن. ضمناً مگه شما پدرشین؟ بنده پدر مادیش نیستم ولی میتونم پدر معنویش باشم که تازه میتونم. چرا؟ میتونید تازه دختر ما روح لطیف و حساسی داره. ده ها من توی یه کتاب خوندم میارم ببینی. پسر شما چی؟ خشن و قانونی.
اگه فردا خواست تو زندگی مشترکشون هم قوانین سفت و سختی وضع کنه که دختر ما دوست نداره چی؟ ها؟ ببخشید جناب منصوری، اجازه بدید من بعد اجازه بدید. اومدیم و فردا روز خواست این دختر ما از خونه پاشه بذاره بیرون، یا خواست تو یکی از مجامع بین المللی هنری فرهنگی نمیدونم ادبی شرکت بکنه، چی؟ شما اجازه میدید؟ جناب استاد امجد بنده آقا اجازه بده، شما اجازه بده استاد با. اگه زن و مرد همدیگر رو بخوان پای هر چیز همدیگه وای میسن، به من شما مربوط. بله بله، اصلا با اون شناختی که من از آقای فرخی دارم اینجور آدمی نیستن استاد، مطمئن باشید. ای بابا سرکار خانم بهارلوی حرفا چیه میزنید؟ الان که خودشو نشون نمیده، بعد از ازدواجه که همه چیز میاد رو. ببخشید استاد اجازه بده منم نه. اصلا ما به شما دختر بده نیستیم. این پنبه رو از گوشتون درارید بندازید دور. ما نقشه ها برایشون داریم، من هنوز آموزش این دختر رو شروع نکردم. چی میگی آقای استاد امجد؟ اینقدر سخت نگیرین، بذارین دو تا جوان سر و سامون بگیرن. حرفا چیه؟ ای بابا سرکار خانم بهارلوی فرمایشات چیه؟ پای آینده و آینده سازان در بینه. چی میگی چه؟ اینا هم قافیه؟ اینا هم قیافه؟ فرخی کجا؟ مهندس فروتن کجا؟ چی میگی؟ استاد امجد انقدر چوب لا چرخ این جوانا نذارین. نذارین دیگه. بذارین آیندهشون رو خودشون انتخاب بکنن. به نظر من که واقعا هم قیافن هم قافیان. من تو خوب بله چشم بصیرت میخواد که نمیدونم شما دارین یا نه. شما بیشتر از قافیه و قیافه خبر دارین یا من استاد امجد 77 سال کار فرنگی کرده؟ نه استاد اینا راست میگم. چی؟ یه خورده جدی تر فکر کنیم. به نظر من از شوخی گذشته آقای فرخی یکی از نوادر روزگارم. ببینم واقع نظر شما اینه؟ بله نظر ما همینه. پس تکلیف آموزش های من چی میشه؟ آقای رکن آبادی آخرش کار خودتو کردی. من جناب استاد اصلاً من بابا من چی کارم؟ این دوتا جوونن که باید با هم دیگه زندگی کنن، آینده سازان اینا. به نظر من پیشنهاد میکنم با اجازه بزرگترا اینا برن تو اتاق مجاور یه دوت کلمه حرف حساب با هم بزنن، ببینن اصلا زبون همدیگر رو میفهمن یا نه. ها بله ببخشید من میتونم یه سوالی بکنم از شما؟ بله ما اصلا برای همینه که اینجاییم، بفهمید. میخواستم بپرسم که واقعا اسم کوچیک شما لیلیه؟ بله لیلیه. اسم کوچیک شما چیه؟ نادر. پس واقعا از نوادر روزگاری. بله خب اگه منظورتون از نوادر جمع نادر به عنوان یک اسم، بله، ولی خب در غیر این صورت نه خیر. ببخشید من میتونم یه چیز دیگه هم بپرسم ازتون؟ نظر شما راجع به قانون چیه؟ قانون؟ بله قانون چیز خوبیه به شرط که همه بهش عمل کنن، ولی اگه کسی بهش عمل نکنه هیچ فایده ای نداره. خب مگه کسی هم پیدا میشه که به قانون عمل نکنه؟ همچین کسی نیست. خب معلومه آقای فرخی، اگه اینجوری بودش که شما آقایون وکلا بیکار بودین. بله بله حق با شماست. ببخشین آقای فرخی. بله. میشه نظرتون رو در مورد عشق بگین؟ عشق
عشق خب خیلی چیز خوبیه. عشق خیلی خوبه، بزرگه. عشق اصلا دنیا بر پایه عشق بنا شده. فقط یه ایراد عشق داریم اونم که هیچ ماده قانونی دربارش نداریم. این نمیدونم چجوری میشه. یعنی به نظر شما باید یه قانونی باشه که همه آدما طبق اون قانون به هم عشق بورزن؟ واقعا نظر شما این آقای فرخی؟ خب بله، مگه اشکالی داره؟ خب جالبه، اصلا آدم ها شبیه هم نیستن. خب بله، ولی وقتی پای قانون میاد وسط، همه آدم ها شبیه هم هستن و عین هم دیگن. یعنی شما دوست دارین که همه آدم ها شبیه هم بشن؟ من کی هستم که دوست داشته باشم یا نه؟ ولی وقتی پای قانون میاد وسط، نظر من اصلا مهم نیست. پس نظر من چی؟ خب اگه صحبت قانون باشه، نظر شما مهم نیست به طبیعی. جالبه. یعنی شما قانون رو به من ترجیح میدی؟ ممنون. بله نه خیلی، من ترجیح رو به قانون میدم. خیلی ممنون. شما خانم مهندس فروتن کجا بابا؟ چایی دارم میارم تازه. خیلی ممنون. لطفا این چایی ها رو ببرین برای اون آقای قانوندون و قانون دوستتون. بله، خدافظ. ای بابا. جناب سرکار خانم مهندس فروتن. آی فرخ چرا واسدی بابا؟ بودو دنبالش، بودو. بودم دنبالش. نه آقا جلال، این کار از نظر قانونی جرم محسوب میشه. دوستش نداری مگه تو؟ چرا؟ خب اونم که تو رو دوست داره، برو دیگه بابا. خب پس موازین قانونی چی میشه؟ موازین قانونی؟ بله. یعنی چی؟ یعنی یه قانونی هست که میگه شما نباید هم دیگر دوست داشته باشین؟ نه فکر نمیکنم یه همچین قانونی وجود داشته باشه. خب برو بابا، معطل نکن، برو. وایسیدی چرا؟ برو. Thank you.